هستم، 8 سالی هم بود که تو وبینار من در خدمتون هستم. پشاش صفحتون رو شیر کنید و سوالاتون رو به صفحه یه هستش کش بعد ممنون میشم. مرسی متشکرم. خب صفحه منو دارین؟ صفحه من هست؟ بله بله صفحه شما هستش. خب دوستان، من تعدادی سوال آماده کردم از ریاضی یک و تلاش کردم داخل این سوال ها مفاهیم پایه‌ای که داخل ریاضی یک شما بهش بر میخورید و ممکنه واسهتون چالش برانگیز باشه رو حل کنم. خب اولین سوالی که واسه حل آماده کردم یه سوال است از مبحث اعداد مختلف. همینطور میدونیم اعداد مختلف یه بخشی از ریاضیاته که ما رو تقریبا از ریاضی دبیرستان جدا میکنه و وارد یه فضای جدید میکنه. تو ریاضی دبیرستان فقط ما با اعداد حقیقی آشنا بودیم، ولی وقتی که وارد ریاضی یک میشیم میفهمیم که اعداد حقیقی در واقع زیر مجموعی از اعداد مختلف یا همون کامپلکس نامبر هستن و همینطور که میدونید میتونیم اعداد مختلف رو بدون نمایش بدیم، یک نوع قطبیه و نوع دوم هم نوع کارتزیانه. خب اولین سوالی که واسه شما آماده کردم از همین مبحثه. از ما خواسته شده که ریشه‌های چهارم این اعداد مختلف رو محاسبه کنیم. واسه اینکه ریشه‌های چهارم این اعداد مختلف رو محاسبه کنیم، اول از همه نیاز داریم که اینو به فرم قطبی در بیاریم. این الان به فرم کارتزیانه، هم صورتش هم مخرجش. ابتدا صورت و مخرج رو تک به تک به فرم قطبی در میاریم. فرم قطبی یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونیم ما یک عدد رو با یک آر و یک تتو نمایش بدیم. حالا صورت کسب چیه؟ یک منهای رادیکال 3 آر. اینو میتونیم بنویسیم 2 ضرب در ای به توان منفی پی سوم آر. چطور اینا رو به دست آوردیم؟ 2 که همون نورم یا آرمونه که فاصله از نقطه 0 و 0 که روش به دست آوردنش هم اینه که بخش حقیقی و بخش موهومی رو هر کدوم به توان 2 برسونیم و کلش رو داخل یه رادیکال بذاریم و منفی پی سوم هم تتا ماست. واسه تتا چیکار می‌کنیم؟ واسه تتا بعد آرکتانژانت قسمت موهومی تقسیم بر قسمت حقیقی رو به دست بیاریم. حالا که جفتش رو به دست آوردیم میتونیم بنویسیم 1 منهای رادیکال 3 آر برابر است با 2 ضرب در ای به توان منفی پی سوم آر و همینطور مخرج هم به همین شکل در میاریم. مخرج هم به فرم قطبی در میاریم. حالا ما با یک عدد سر و کار داریم که دیگه به فرم قطبی در اومده، هم صورتش و هم مخرجش. حالا این عددی که الان دارم هایلایت میکنم میتونیم به این فرم بنویسیم ای به توان منفی 2 پی سوم آی به توان 10 که 10 در توان این ضرب میشه که شکل نهایی این عبارت که ما قرار ریشه 4 رومش رو به دست بیاریم اینه، این عبارتی که دارم هایلایت میکنم. حالا ما قرار ریشه 4 روم اینو به دست بیاریم، میگیم یک عددی داریم به نام دبلیو که اگه به توان 4 برسه این عددی که ما به دست آوردیم رو میده. حالا این دبلیو تشکیل شده از یک آر و یک تتا و اینو به فرم آر و تتا ما میبینیم. پس می نویسیم دبلیو 4 که برابر است با آر 4 ضرب در ای به توان 4 آی تتا مساوی است با این عبارته به علاوه دو این عبارته ضرب در ای به توان 2 کافی آی. این ای به توان 2 کافی آی واسه چی اضافه شد؟ واسه اینکه تو وقتی که ما به فرم قطبی می نویسیم نه تنها ای به توان منفی 20 پی سوم آی جواب، بلکه اگه 2 کافی هم بریم جلو 2 کافی بچرخونیم دقیقاً به همون نقطه برمیگردیم، پس جواب‌های ما اضافه میشن. و همچنین طبق دانش ریاضی یک باید اینو بدونیم که اگه ما ریشه 4 روم یک عدد مختلف رو بخوایم دقیقاً باید 4 تا واسش جواب پیدا کنیم. حالا طبق اینجا آر 4 میدونیم برابر است با 1 و ای به 4 آی تتا برابر است با توان این. توان‌ها و نوم رو متناظر هم قرار دادیم. حالا این حاصل شد. پس بگیم آر 4 برابر 1، آر رو برابر 1 قرار میدیم و 4 تتامون برابر است با منفی 20 پی سوم به علاوه 2 کافی که تتا از اینجا نتیجه گیری میشه که برابر است با این مقدار کافی دوم منهای 5 پی سوم و به ازای کاهای برابر با 0 و 1 و 2 و 3 ما میتونیم جواب بگیم. یعنی در واقع ما 4 تا جواب داریم، جواب نهاییمون هم این عبارته. همینطور که میدونیم ما تو اعداد حقیقی گاهی مثلا اگه ریشه دوم رو میخواستیم همیشه جواب نداشتیم، ولی تو فرم اعداد مختلف اگه ما مثلا ریشه چهارم رو بخوام دقیقا میتونیم 4 تا جواب برداشت کنیم که اینجا هم کردیم. مبحث بعدی که توی ریاضی یک مهمه حد ها هستن. اینجا هم مثالی که آوردیم از حد، یه حدی رو از ما خواسته که حساب کنیم. این حد
که ظاهرا دشوار به نظر میرسه و با روش‌های معمولی نمیشه این حد رو حل کرد. واسه حل این از یک تکنیک استفاده میکنیم. یه پارامتری به نام A تعریف میکنم که برابر است با 1 به علاوه سینوس 3x به توان x و میگم که ln A برابر است با ln این عبارت، این عبارتی که اینجا بیان شد. حالا که این پارامتر A تعریف شد، من قرار ln A رو به لیمیت x به توان مثبت بی‌نهایت ln A رو به دست بیارم. واسه این مرحله رو طی میکنم، میرسم اینجا. حالا من میتونم، میدونید داخل ln میتونه توان رو برد پشت ln، یعنی x رو از اینجا منتقل میکردم به پشت ln، بردم اینجا و حالا بعد این حاصل این عبارت رو به دست بیاریم. میدونیم که اگه x به سمت مثبت بی نهایت بره، حاصلش مثبت بی نهایت. اگه ln یکی به علاوه سینوس 3x xش رو ببریم سمت مثبت بی نهایت، حاصل میشه 0. بنابراین این لیمیت ابهام داره، یعنی به روش معمولی نمیتونیم حلش کنیم، باید اینو رفع ابهام کنیم. واسه رفع ابهام چیکار میکنم؟ میگم x میبرم داخل مخرج و به جاش x رو میذارم، یعنی این عبارت حاصل میشه، این عبارتی که اینجا مشاهده میکنم دوستان. و حالا به 0 0 رو رسیدم، یعنی اگه x رو مثلا مثبت بی نهایت میل بدم، حاصل میشه 0 0. بنابراین ابهام داره. از قاعده هوپیتال استفاده می‌کنم. تو هوپیتال چیکار می‌کردیم؟ هوپیتال داخل ریاضی کامل یاد می‌گیره و عده‌ای از دوستان شاید از دبیرستان هم اینو به یاد داشته باشن. از صورت و مخرج جداگانه مشتق می‌گرفتیم. مشتق یک ایکس میشه منفی یک ایکس و مشتق صورت هم که اینجا نوشتیم. در واقع این عبارت حاصل میشه واسه ما. و ما قراره این عبارت رو به سمت مثبت بی‌نهایت میل بدیم. اگه این عبارت به سمت مثبت بی‌نهایت میل بده، اول از همه 1x2 با 3x2 میرن، حاصل این میشه، این ساده شده این کسره. حالا اگه اینو به سمت مثبت بی‌نهایت میل بدیم، سینوس 3x x میره سمت مثبت بی‌نهایت و میشه 0، کوسینوس 3x x میره به سمت مثبت بی‌نهایت و میشه 1. بنابراین جواب نهایی ما میشه 0. حالا ما اینجا ln a رو به سمت مثبت بی‌نهایت میل دادیم، لکن خود سوال بعد خود a رو به سمت مثبت بی‌نهایت میل بدیم. اینجا بنابراین باید تو جوابمون یه تغییری حاصل بشه. اینجا ln a رو به سمت مثبت بی‌نهایت میل دادیم x‌شو، جواب شد 0. ولی اگه خود a رو به سمت مثبت بی‌نهایت میل بدیم، جوابش عدد نفر به توان 0. بنابراین جواب نهایی ما این عبارت میشه. بنابراین تکنیک حل این سوال این بود که ما بعد یه پارامتر a تعریف می‌کردیم و ln اون a رو به سمت مثبت بی‌نهایت میل میدادیم، نه خودش رو. اگه خودش رو میل میدادیم، نمیتونستیم به جواب خاصی برسیم. و تکنیک دیگه این که توی حل این سوال به ما کمک کرد، قاعده هوپیتال. حالا از ما خواستن این حد رو حساب کنیم. لیمیت n به سمت مثبت بی‌نهایت n فاکتوریال تقسیم بر n به توان n. خب واسه اینکه این حد رو حساب کنم، اول از همه جمله به جمله اینا رو میام در هم ضرب میکنم. میگم لیمیت n به توان مثبت بی‌نهایت 1 n ضرب در 2 n ضرب در 3 n تا n n. و همچنین میدونم که این عبارت از 0 بزرگتره، این تابعی که اینجا تعریف شده از 0 بزرگتره. و همچنین میتونم بگم از 1 n هم کوچیک‌تره. و یه قضیه‌ای که ما تو ریاضی یاد میگیم، قضیه ساندویچه. تو طبق این قضیه اگه ما بتونیم یه تابعی پیدا کنیم که از تابع مورد نظرمون بزرگتر باشه و یه تابعی پیدا کنیم که از تابع مورد نظر کوچیک‌تر باشه و وقتی این دو تا تابع رو به سمت یک عدد میل بدیم، به مثلا x برسن، دقیقاً اگه خود تابع مورد نظرمون به اون عدد میل بدیم، به همون جواب خواهیم رسید. بنابراین اگه ما یک انوم یا 0 رو به مثبت بی‌نهایت میل بدیم انشو، جواب میشه 0. بنابراین تو به قضیه ساندویچ میگه حد این عبارت هم برابر است با 0. این یکی از کاربردهایی بود که این قضیه داخل این قضیه واسه ما برمغان آورد. حالا میریم سراغ سوال بعدی. خب یکی از بحث‌های خیلی مهم که باش در و کار داریم داخل ریاضی، یک فصل مشتق. ما توی دبیرستان مشتق یاد گرفته بودیم، یه تابع داشتیم و اون تابع به حسب یک پارامتر بود و حالا ما اون تابع رو نسبت به اون پارامتر مشتق می‌گرفتیم. ولی توی دانش ریاضی باید یاد بگیریم که مشتق ضمنی چطوری انجام میشه. مشتق ضمنی زمانی انجام میشه که ما دو تا پارامتر رو بر حسب هم نداریم به طور مستقل. مثلا یه عبارت داریم x2 به اضافه 3 y به اضافه 5 برابر است با 0. حالا مثلا گفته dy به dx رو پیدا کن، مشتق y نسبت به x رو پیدا کن. اینجا دیگه ما نمیتونیم از روابط موجود داخل ریاضی 1 استفاده کنیم.
و باید از مشتق ضمنی استفاده کنیم. حالا این سوال یه مثالی از مشتق ضمنی، چیزی خیلی میتونه داخل امتحانات مهم باشه. خب اینجا گفته که دی دو وای به دی ایکس دو رو پیدا کنید و وای هم بر حسب ایکس نیست، نگاه کنید وای بر حسب تیه، ایکس هم بر حسب تیه. اینجا باید از چه شگردی استفاده کنید؟ اینجا میگیم که دی وای به دی ایکس برابر است با دی وای به دی تی تقسیم بر دی ایکس به دی تی، و دی وای به دی تی هم حساب میکنید. خیلی ساده است، این میشه حاصلش و دی ایکس به دی تی هم این میشه. حالا وقتی اینا رو ساده کنیم و صورت و مخرج رو با هم خط بزنیم، حاصل میشه تانژانت تی. بنابراین دی وای به دی ایکس رو پیدا کردیم بدون اینکه رابطه وای و ایکس رو به طور مستقل از هم داشته باشیم. حالا ولی خواسته مسئله از ما این نیست، خواسته مسئله از ما اینه که دی دو وای به دی ایکس رو پیدا کنیم، یعنی مشتق دوم وای نسبت به ایکس پیدا کنیم. اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم دی دو وای به دی ایکس رو میشه دی به دی تی دی وای به دی ایکس بخش بر دی ایکس به دی تی. اینجا این عبارتی که اینجا مشاهده داریم میکنیم که دی به دی تی دی وای به دی ایکس هم که میشه دی به دی تی تانژانت تی. تانژانت تی رو تو بخش قبل پیدا کردیم که میشه یک کوسینوس دو، و دی ایکس به دی تی هم که میشه آ ضرب در تی کوسینوس تتا، که اینا بخش بر هم میشن یک تقسیم بر ای تی کوسینوس تتی. بنابراین جواب نهایی ما این میشه. همینطور که مشاهده کردیم ما بدون اینکه رابطه مستقیم وای و ایکس رو داشته باشیم و جفت وای و ایکس بر حسب تی بودن، تونستیم مشتق اینا نسبت به هم پیدا کنیم. به این میگیم مشتق ضمنی. حالا داخل ریاضی دو به طور وسیع‌تر با این مسئله آشنا خواهیم شد. یکی از کاربردهایی که مشتق واسه ما داره و خیلی هم مهمه اینه که ما بتونیم آپتیمایز کنیم، یه چیزی رو بهینه کنیم، یعنی با سطح کمترین هزینه بخوایم بیشترین سود رو ببریم. چنین مسائلی معمولا با مشتق حل میشه. حالا یه سوالی که من الان واسه شما آماده کردم از همین مبحث، از همین مبحث بهینه سازی یا همون آپتیمایز کردن. خب سوال اینه، در نظر دارم یه پنجره از پروفیل بسازیم که در قسمت مستطیل شکل آن از شیشه استفاده میکنیم که در مقایسه با شیشه به کار رفته در قسمت نیم دایره به اندازه یک هشتم واحد نور عبور میداد. اگر تنها ال صفر برابر 4 به علاوه 3 پی متر باشد و به همین مقدار هم پروفیل داشتیم، ابعاد آن را چگونه انتخاب کنیم که مقدار نور عبوری از آن حداکثر شود؟ ببینید اینجا دقیقا از ما خواسته بهینه ترین حالت ممکن رو پیدا کنیم. تنها راه واسه حل چنین سوالایی استفاده از مشتق. حالا و یه قیدی هم اینجا واسه ما لحاظ کرده، این که باید مجموع پروفیل بکار رفتی و مجموع محیط شکلی که ما واسه پنجره در نظر میگیم 4 به علاوه 3 متر باشه. خب شکل پنجره این مدلیه، یعنی از یک مستطیل تشکیل شده و یک نیم دایره. میگیم که مساحت این شکل، مساحت این پنجره چی میشه؟ اس نیم دایره به علاوه یک هشتم اس مستطیل. چون گفتیم نوری که از اس مستطیل از مساحت ناحیه مستطیل شکل میاد یک هشتمه. حالا میگیم که ال صفر برابر است با 4 به علاوه 3 پی که اینجا داریم، قید مسئله است و با توجه به همین قید میتونیم مسئله رو حل کنیم، برابر است با 2x به علاوه 2y به علاوه px دوم که همون محیط این شکله. میشه محیط اینم که میشه مجموع طول و عرض مستطیل به اضافه محیط این دایره که میشه 2x به علاوه 2y به علاوه px دوم که طولش هم اینجا قرار داره 4 به علاوه 3 px. حالا میتونیم y رو به طور y رو بر حسب x بنویسیم، y رو تو این مسئله جدا کنیم. همینجور که اینجا میبینیم y رو به حسب x اینجا نوشتم، یعنی دیگه هر جا ما y دیدیم این عبارت رو جاش میذاریم. این عبارت رو از قید داخل مسئله ناشی شد. و واسه مساحت این شکل چی داریم؟ بیم که مساحتش برابر است مساحت نیم دایره به علاوه مساحت این مستطیل که میشه x y و مساحت مستطیل باز ضرب در یک هشتم شه. حالا در ادامهش به این رابطه میرسیم واسه مساحت و توی این رابطه دیگه y نداریم. چرا؟ چون هر جا y دیدیم به جاش این رو گذاشتیم، این y که از اینجا به دست آوردیم رو قرار دادیم. حالا که دیگه وای داخل این مسئله وجود نداره، کاری که میتونیم کنیم اینه که نسبت x اینجا مشتق بگیریم، یعنی ds به dx رو برابر 0 قرار بدیم. اینجا از s نسبت به x مشتق گرفتیم و s' رو پیدا کردیم که این عبارت شده. طبق این عبارت میگه که اگه x تو این معادله طوری انتخاب کنیم که s' برابر 0 بشه، اون x بهینه ماست که
جواب این میشه. حل اگه معادله رو حل کنیم به این جواب میرسیم. و رابطه وای و ایکس هم داشتیم. بنابراین وایمون هم برابر میشه با این عدد. بنابراین الان ما بهینه ترین حالتی رو پیدا کردیم که بیشترین نور رو میتونه با محیط مشخص واسه ما بده. بنابراین بهینه ترین جواب دقیقا همین ها. بی نهایت ما میتونیم ایکس و وای انتخاب کنیم که توی این حالت صدق کنه. ولی همه اینا بهینه نیستن. خب یکی دیگه از کاربردهایی که داخل مشتق خیلی به وفور میبینیم پیدا کردن شیب یک ناحیه است. شیب یک خمه. اینجا یک تابه بهمون دادن، یک خم دادن داخل فضا و گفتن که معادله خطی رو بگین که توی نقطه یک و یک مماس بر این خمه. خممون هم اینه. یه خمه داخل فضا و خم هم اینطوری نیست که وای بر حسب ایکس باشه، یه تابع بر حسب ایکس باشه. ایکس و وای نسبت به هم هم و رابطه کاملا زمینیه. بنابراین ما واسه رابطه که واسه شیب داشتیم این بود که ما مشتق وای نسبت به ایکس رو میگرفتیم که شیب رو به ما میداد. حالا اینجا ما وای رو مستقیم بر حسب ایکس نداریم، بلکه یه رابطه زمینی داریم. واسه اینکه مشتق وای نسبت به ایکس رو به دست بیاریم از رابطه مشتق زمینی استفاده میکنیم که برابر بود با من های دی اف به دی ایکس تقسیم بر دی اف به دی وای. دقت کنید علامت منفیش خیلی مهمه، ممکنه حواستون نباشه و به اشتباه بیفتید. این رابطه‌ای بود که از مشتق ضمنی حاصل میشد و به ما کمک میکرد در حل این سوال. حالا اف چیه؟ اف کل این عبارت رو کل این عبارتی که به ما داده کل این خم رو برابر اف قرار میده که هم بر حسب ایکس هم بر حسب وای. حالا دی اف به دی ایکس رو میگیریم که میشه این عبارت تو صورت نوشتیم، دی اف به دی وای هم که گرفتیم یه منفی هم پشتشونه. حالا تو نقطه ایکس و وای رو برابر یک قرار میدیم. بنابراین شیبی که به ما میده و شیب متناظر ما برابر است با منفی دو تقسیم بر منفی یک برابر است با دو. بنابراین شیب رو الان اینجا به دست آوردیم. حالا که شیب رو به دست آوردیم ولی از ما معادله اون خط رو خواسته. واسه معادله خط چیکار میکنیم؟ میگیم بعد خط هم از یک و یک بگذره و هم شیبش دو باشه. یعنی اگه ما بخوام یه خط رو ترسیم کنیم داخل فضای دو بعدی هم نیاز به شیبش داریم و هم نیاز به یک نقطه دلخوا از اون داریم که برابر میشه ایگرگ منهای یک مساوی با شیب ضرب در ایکس منهای یک که ایگرگ مساوی دو ایکس منهای یک. این معادله خط ما شد. مبحث دیگه که خیلی واسه ما داخل ریاضی یک مهمه انتگرال هاست. یعنی شاید بشه به جرئت گفت که مهمترین بخش اصلا ریاضی یک همینه که توی خیلی از درس ها کاربرد دارن. حالا از ما خواسته این انتگرال حساب کنیم. سوال بعدی واسه حل انتگرال نکته ای که مهمه اینه که باید تکنیک حل اون انتگرال رو داشته باشیم و با حل زیاد سوال بفهمیم که هر انتگرال با چه تکنیکی حل میشه. یه سری انتگرال ها هستن که شاید خیلی چالشی باشه، مثلا نتونیم به صورت تحلیلی اونا رو حل کنیم و مجبوریم اونا به صورت عددی حل کنیم. حالا ما فعلا با اینا سر کار نداریم. انتگرال هایی که معمولا داریم داخل ریاضی میشه یک راهی رفت، یک استراتژی به کار برد که اونا رو بتونیم حل کنیم. اینجا استراتژی که واسه حل این انتگرال داریم استراتژی تغییر متغیره. چرا؟ من ادعا میکنم که مشتق مخرج داخل صورت اومده. وقتی که مشتق مخرج داخل صورت میبینیم معمولا تغییر متغیر بهترین و بهینه ترین روشی که ما رو میتونه به جواب نهایی برسونه. حالا من میام از تکنیک تغییر متغیر استفاده میکنم. این تکنیک چیه؟ تکنیک کلا اینه که یک پارامتر جدید خلق میکنه. من میگم یه یوی دارم که برابر با ln x2 به اضافه x علاوه رادیکال 2. این یو رو جدید خودم آوردم و قرار معادله رو از این بعد به حسب یو حل کنم. حالا وقتی که این تصاویر رو من به دست آوردم، این تصاویر اینجا می‌بینید دارم هایلایتش می‌کنم، اجازه دارم از دو سمتش مشتق بگیرم بر حسب ایکس. اینجا از دو سمتش مشتق گرفتم، گفتم دی یو به دی ایکس برابر است مشتق ال ان ایکس به اضافه ایکس علاوه رادیکال 2. حالا که من از دو طرف مشتق گرفتم دیگه رابطه دی یو با دی ایکس رو دارم، میتونم این دی ایکس رو بردارم و به جاش دی یو بذارم. حالا همینطوری که اینجا داریم مشاهده میکنیم دی ایکس ما برابر است با این عبارت. دیگه دی ایکس بس به دست اومد. حالا
به جای دیکس دیو میذارم اینجا. به جای دیکس میذارم دیو زد در ایکس تو به اضافه ایکس به علاوه رادیکال دو تقسیم بر دو ایکس به علاوه اینجا گذاشتم. حالا همینجا که میبینید تک تک این عبارات با هم خط میخورن. چرا خط خوردن؟ چون که یه طوری ما تغییر متغیر رو انتخاب کردیم که صورت و مخرج با هم خط بخورن. این ویژگی خوب روش تغییر متغیر تغییر پارامتر داخل انتگرال گیریه و تنها عبارت که میمونه داخل انتگرالمون دیو تقسیم بر رادیکال یو که اینم به راحتی میدونیم که جوابش میشه یو به توان یک دوم تقسیم بر یک دوم که به جای یو هم میذاریم عبارت ln x رو به اضافه x علاوه رادیکال دو. بنابراین با روش تغییر متغیر راحت تونستیم این انتگرالی که به ظاهر پیچیده بود رو حل کنیم و به جواب نهایی برسیم. جواب نهاییمون این میشه. خب میریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی از ما خواسته این انتگرال رو حل کنیم. کوسینوس 2x تقسیم بر کوسینوس به توان 4x به اضافه سینوس 4x. واسه حل این قسمت از مسئله چیکار میکنیم؟ این یک انتگرال مثلثاتیه. تو انتگرال مثلثات علاوه بر اینکه ما روش‌های انتگرال گیری مثلث باشیم، بعد مثلث به اتحادهای مثلثاتی هم باشه. چرا؟ چون واسه حلش خیلی به این اتحادها معمولا محتاج میشیم. من میگم کوسینوس 2x برابر است با کوسینوس 2x منهای سینوس 2x. و کوسینوس 4x به اضافه سینوس 4x هم که میذارم داخل مخرج. و در مرحله بعدی دو طرف رو تقسیم بر کوسینوس 4x میکنم. و این عبارت حاصل میشه در نهایت. حالا یه تغییر متغیری که ما خیلی داخل این فرم از انتگرال رو به کار میبریم تانژانت x برابر u. یه تغییر متغیر خیلی هوشمندانه است. خیلی از اوقات ما رو میتونه به جواب برسونه. و میگیم که تانژانت x برابر است به u. حالا از دو طرف میام بر حسب x مشتق میگیرم. بنابراین یک به علاوه تانژانت 2x برابر است به du به dx. حالا من رابطه du با dx dx رو دارم و میتونم داخل انتگرال هم به جای دی ایکس یه پارامتر در حسب یو بذارم. بنابراین میتونم بنویسم اینو میتونم بنویسم. هنوز دیو رو جاگذاری نکردم، فقط اینو به این فرم نوشتم. خب میدونیم دی ایکس تقسیم بر کوسینوس 2 ایکس، این چیزی که اینجا حاضر واسه ما مشاهده میشه، برابر است با دیو دیویی که اینجا داریم. بنابراین مینویسیم این عبارت رو مینویسیم. این عبارت اینجا حاصل میشه. یک منهای یو دو تقسیم بر یک به علاوه یو چار دیو. این انتگرالی که ما باید حل کنیم. بنابراین ما چنین مسئله سختی رو که مثلثاتی بود به یک عبارت گویا تبدیل کردیم که حلش خیلی ساده تر از مثلثاتیه. حالا واسه حل این قسمت دو طرف رو تقسیم بر یو دو میکنم که این عبارت حاصل خواهد شد. این عبارتی که داریم میبینیم. و دو طرف که تقسیم بر یو دو شد چنین فرمی به دست میاد. و حالا باید از یه تغییر متغیر جدید استفاده کنم واسه رسیدن به جواب. میگم یو به اضافه یک یوم برابر است با تی. این عبارت اینجا میبینیم، یعنی یه پارامتر جدید به نام تی خلق کردم که بهم کمک میکنه که منو به جواب برسونه. بنابراین از دو طرف اجازه دارم مشتق بگیرم. اینجا از دو طرف، از دو طرف تساوی مشتق گرفتم که به این عبارت خواهم رسید. میشه یک به علاوه منهای یک یو دو برابر است دی تی به دیو. حالا رابطه دیو با دی تی رو کاملا دارم. بنابراین دیگه هر جا دیو دیدم میتونم به جاش بذارم دی تی تقسیم بر یک منهای یک یو دو. و عبارت هم تبدیل میشه به این. دیگه پارامترام بر حسب تی میشه. اینجا این دوتا عبارت با هم خط میخورن. گفتم اگه بتونیم تغییر متغیر خوبی بگیریم صورت مخرج رو میدیم با هم خط بزنیم و به عبارت خیلی خیلی ساده تر برسیم. و تنها عبارت که واسه میمونه این عبارته، منفی دی تی تقسیم بر دی دو منهای دو. دیگه حل این خیلی ساده است. اینو تبدیل میکنیم به دو تا عبارت گویا بدین صورت. میدونیم که یک کس رو به راحتی میتونیم، کسی که به چنین فرمی در بیاره
انتگرالش حساب کنیم که میشه یک تقسیم بر دو رادیکال دوم ال ان این عبارت. این جواب نهاییمون و دو تا تغییر متغیر تونست ما رو به جواب برسونه. ولی این عبارت بر حسب تیه، ما بهتره که این تی رو حالا دوباره بر حسب ایکس بنویسیم، چون سوالی که به ما دادن بر حسب ایکس، ولی همین هم درسته طبق چیزی که به دست آوردیم. خب حالا یه مسئله دیگه رو قراره حل کنیم، این مسئله رو این انتگرال رو قراره حل کنیم. واسه حل این انتگرال هم از تکنیک تغییر متغیر استفاده میکنم. چطوری؟ میگم که x2 به علاوه 1 برابر است با u2، چیزی که اینجا دارم هایلایتش میکنم. حالا از دو طرفش بر حسب x مشتق میگیرم و ادعا میکنم که 2x برابر است با 2u ضرب در du به dx. چطور u2 بر حسب x از مشتق گرفت؟ از مشتق زنجیری استفاده کردم. گفتم u2 بر حسب u مشتق بگیرم میشه 2u، حالا u رو بر حسب x مشتق بگیرم میشه du به dx. پس حاصله مشتق یو دو نسبت به ایکس میشه دو یو ضرب در دیو به دی، چیزی که داره اینجا مشاهده میکنه. حالا میتونم بگم ایکس تقسیم بر یو برابر است با دیو به دی. این تغییر متغیری بود که من اینجا ازش استفاده کردم. حالا هر جا دی ایکس دیدم این عبارت رو به جاش میذارم، به جاش بر حسب دیو میذارم و همینطور که میبینید عبارت رو پشت سر هم دارن خط میخورن و تنها چیزی که میمونه اینه. حالا اینجا x هم دوباره بر حسب u می‌نویسم که بتونم ازش انتگرال بگیرم. u همون پارامتری بود که تعریف کردم. بنابراین اگه من بتونم چنین چیزی رو حل کنم، اصلاً به جواب رسیدم. این یه فرم خیلی ساده شده تریه. اونجا یک عبارت گویا داشتیم که داخلش رادیکال بود. ولی اینجا فقط یه رادیکاله. معمولاً واسه حل چنین انتگرال‌هایی که داخلش رادیکاله، می‌تونیم از یک تغییر متغیری به نام یه نوع تغییر متغیر مثلثاتی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگیم که یو تقسیم بر رادیکال سه برابر است با سینوس تتا. این خیلی میتونه به ما کمک کنه. حالا وقتی یو تقسیم بر رادیکال سه برابر است با سینوس تتا، از دو طرف بر حسب یو یه مشتق میگیریم. دیو تقسیم بر رادیکال سه برابر است با کوسینوس تتا ضرب در دی تتا. حالا واسه حل این هر جا دیو دیدیم بعد دی تتا بذاریم که بتونیم اینو تبدیل به مثلث، یک انتگرال مثلثاتی کنیم. اینجا سه را از دو طرف جدا کردیم توی مرحله شد رادیکال سه ضرب در انتگرال یک منهای رو یو رادیکال سه به توان دو و دیگه عبارت ها رو بر حسب تتا گذاشتیم. دیگه دی یومون تبدیل شد دی تتا و یومون هم تبدیل شد به رادیکال سه سینوس تتا و در نتیجه ما باید چنین انتگرالی رو حساب کنیم. فرم به این سختی که انتگرال به این سختی که این بالا بود تبدیل شد به یه انتگرال خیلی خیلی ساده که مثلثاتیه. حالا از اتحاد مثلثاتی میگیم کوسینوس دو تتا رو بر حسب کوسینوس دو تتا بنویسیم. کوسینوس به توان دو رو تبدیل کنیم به کوسینوس دو ضرب در تتا که حاصل این میشه. این عبارتی که اینجا داریم میبینیم از اتحاد مثلثاتیه و اگه ازش انتگرال بگیریم که میدونیم یک پارامتر بر حسب سینوس میشه که اینجا مشاهده میکنه. حالا اینجا جوابی که به دست آوردیم بر حسب سینوس بود، جواب این شد. لکن ما دوست داریم که جواب بر حسب x باشه چون صورت سوال بر حسب x بود. اینجا عبارت رو بر حسب x جایگذاری میکنم که جواب نهاییمون میشه این عبارت. این عبارتی که اینجا دورش دارم روش هایلایت میکنم، این میشه جواب نهایی ما واسه حل این سوال. و بچه صفحه منو دارین؟ قطع نشده صدا؟ من مشکلی نداره، صفحتون هستش، من در خدمتون هستم. خیلی ممنونم، خواهش میکنم. خب سوال دیگه ای که قرار واسه شما حل کنیم، مساحت ناحیه واقع در زیر منحنی یه تابع.
دو تا تابع داریم، یک ایگرگ مساوی با یک و ایگرگ مساوی با این کسری که اینجا داریم مشاهده میکنیم. حالا گفته مساحت ناحیه واقع بین این دو تا منحنی و خم رو به دست بیاریم. خب میدونیم که هر جو گفتم مساحت ما باید به انتگرال فکر کنیم، هر جو گفتم شی ما باید مشتق فکر کنیم و احتمال میدیم که این این سوال با مشتق میشه. حالا این سوال هم انتگراله. میدونیم که واسه پیدا کردن مساحت زیر یک تابع از انتگرال استفاده میکنیم و اینجا دیگه مثل مثالای قبل انتگرال نامعین نداشت، اینجا انتگرال معین داریم. یعنی باید به ما بگه تو چه دومینی داریم انتگرال میدونیم و دومین انتگرال برای ما خیلی مهمه. خب اگه ما دو تا تابع رد کنیم چنین ناحیه‌ای میشه مساحت بینشون، چنین ناحیه‌ای میشه، این ناحیه میشه بین منفی یک تا یک. در نتیجه دامنه ما بین منفی یک و یک یه کران داریم دیگه. انتگرال اون مثل مثالای قبل نامعین نیست، معین. ما باید به کرانش توجه کنیم و جواب نهایی هم که میگیریم یک عدد، یک تابع نیست. تو مثالای قبل یک تابع میگرفتیم که میگفتیم این تابع جواب اون انتگراله، اینجا یک عدد میگیریم، یه مساحت میگیریم. حالا واسه اینکه مساحت ناحیه محصور بین این دو تا قسمت رو به دست بیارم چیکار میکنم؟ از اختلاف این دوتا استفاده میکنم. میگم مساحت این ناحیه میشه تابع y1 تقسیم بر تابع y2 که میشه 9 تقسیم بر x4 به اضافه 4 x به اضافه 4 منهای 1. حالا یه سری نکات هست که خیلی به ما توی حل یک انتگرال کمک میکنه. یکیش مسئله تقارن. توی این مسئله ما کاملا تقارن داریم. چرا؟ چون ناحیه 0 تا 1 مون عین ناحیه 0 تا منفی 1ه. در نتیجه ما میتونیم اینو کنیم دو تا ناحیه، یعنی بگیم که این انتگرال که اینجا به دست آوردیم برابر است دو برابر انتگرال 0 تا 1 این عبارت. یعنی ما انتگرال روی 0 تا 1 میگیم، حاصلش ضرب در 2 میکنیم که اون دومینی که از ما خواسته رو بتونیم به دست بیاریم. حالا اینو سادهش میکنیم، این عبارت رو سادهش میکنیم، در نهایت به چنین چیزی میرسیم، به چنین انتگرالی خواهیم رسید. و چنین انتگرالی رو حل کنیم تا بتونیم مساحت ناحیه محصور بین این دو تا تابع رو به دست بیاریم. حالا واسه حل این چیکار میکنیم؟ باید از یه تغییر متغیر استفاده کنیم. حل این به همین سادگی ها نیست. چیکار میکنم؟ میگم x برابر است با رادیکال 2 تانژانت تتا. تانژانت تتا معمولا یه تغییر متغیر خیلی خوبه، خیلی از اوقات میتونه کار راه انداز باشه واسه ما. و از دو طرف دوباره مشتق میگیرم به حساب x، dx برابر است با رادیکال 2 تتا تقسیم بر کوسینوس 2 تتا. این عبارت حاصل میشه. بنابراین هر جا دی تتا دیدم، هر جا دی ایکس دیدم اونو بر حسب دی تتا می نویسم. چرا؟ چون از این از تغییر متغیر استفاده کردم برای حل این سوال. حالا چنین چیزی واسه من حاصل میشه اگه هر جا دی ایکس همه عبارت رو بر حسب تتا بنویسم، چنین چیزی واسه من آخرش حاصل میشه. اینجا حالا فرآیند حلش رو دارید مشاهده میکنید، یه عبارتی که فقط بر حسب تتا. حالا این عبارتی که بهش میرسیم یه عبارت خیلی آشناست که جواب انتگرالش هم بلد هستیم، که میدونیم که کوسکانت یا همون یک تقسیم بر سینوس میشه ln سکانت به اضافه تانژانت. حالا اینجا یه یک هم همراهش داره که جوابمون این میشه که بعد حدود انتگرال گیری هم داخل حدود انتگرال هم داخل رعایت کنیم و توی جواب آخر تانژانت منفی یک یک تقسیم بر رادیکال 2 رو بذاریم. دقت کنید اینجا دیگه نباید کرانهای ما بر حسب x باشن. چرا؟ چون تغییر متغیر دادیم. اونجا کرانمون از منفی 1 تا 1 بودن که تبدیلش کردیم به 0 و 1. حالا باید 1 رو بذاریم داخل اینجا، 1 رو بذاریم داخل این x و اون 1 رو بر حسب تتا به دست بیاریم. که میشه تانژانت منفی 1 یا آرک تانژانت 1 رادیکال 2. ببینید اینجا آرک تانژانت 1 رادیکال 2. کرانمون عوض شد. دیگه اجازه ندارین وقتی پارامترتون رو از dx به dθ تغییر دادین کراناتون رو عوض نکنید و کراناتون هم کرانای سابق باشه. اینجا هم میبینید که با جاگذاری این عبارت میتونیم به جواب نهایی برسیم. خب یکی دیگه از کاربردهای انتگرال پیدا کردن طول یه خمه، یه خم که داخل فضا داریم. حالا داخل ریاضی دو شما میتونید طول خم، طول هر خمی که داخل فضا هست رو به دست بیاریم، ولی فعلا ما داخل ریاضی یک واسه ما خمای مهمه که داخل دو بودن. یه تابع داریم چه میدونم مثلا fx برابر است با x2. میخوام ببینیم طول این خمه چقدره، چقدر دقیقا مثلا دقیقا چقدر
فرض کنین بین دو تا ناحیه داریم حرکت میکنیم، بخوام ببینیم مسافت ناحیه یک تا دو چقدره. اینجا ما نیاز به طول خم داریم دیگه، مساحت اون زیر ناحیه واسه ما مهم نیست. حالا اینجا به ما خم رو داده، منحنی رو داده، این منحنی رو داده و از ما خواسته که طول خم رو به دست بیاریم. بعد نکته دیگه هست که به ما گفته از x برابر با 0 تا x برابر 1 این طول خم رو به دست بیاریم. حالا دقت کنید این دیگه انتگرال نامعین نیست، این انتگرال معینه، به خاطر همین به ما کراناشو داده و بعد واسه ما کاملا مشخص باشه که از کجا تا کجا قرار انتگرال بگیریم و حدود رو داخل انتگرال رعایت کنیم. اینجا نکنید کرانا رو من قرار دادم و فرمولی هم که داشتیم در مورد طول خم این بود، رادیکال 1 به علاوه f بریم به توان 2 dx. از این عبارت اگه انتگرال بگیریم به ما طول خم رو میده، این عبارت که دارم هایلایتش میکنم. حالا واسه حل این عبارت چیکار میکنیم؟ اینو به مشتق از y میگیریم به توان 2 میرسونیم که جواب نهایی ما این عبارت این عبارت میشه. حالا این عبارت رو ما به صورت مربع نوشتیم که بتونیم از انتگرال بیاریم بیرون، تا بتونیم از رادیکال بیاریم بیرون، تا بتونیم ازش انتگرال بگیریم. ببینید ما از انتگرال آوردیم بیرون که حلش ساده و سهل الوصول بشه. حالا که از رادیکال اومد بیرون دیگه خیلی ساده است حلش، حلش رو دیگه میتونیم انجام بدیم. جواب میشه 3/5 x به توان 5 سوم به ازای 3/4 x به توان 1 سوم و حدود انتگرالی هم از 1 تا 0 که با قرار دادن 1 و 0 تو این معادله میتونید دقیقا طول خم مورد نظر رو پیدا کنید. یکی دیگه از مباحثی که خیلی داخل ریاضی کاربرد داره و یه فصل مرتبط با اون رو داریم سری ها هستن و چیزی هم که خیلی توی سری ها در موردش بحث میکنید همگرایی و واگرایی یک سری هست. اینجا من این سوالی که واسهتون آماده کردم از مبحث سری هست که آخرین فصلی که احتمالاً داخل ریاضی یک یاد میگیریم. گفته که همگرای و واگرای سری های زیر رو بررسی کنیم. خب ما چنین سری فرض کنیم دارم، این سری بعد بررسی کنم که همگرای یا واگرای است. اینو میدونم که واسه بررسی همگرای و واگرای یک سری تست های مختلفی وجود داره که ما با توجه به نوع اون سری بعد یک تستی رو انتخاب کنیم که مشخص کنیم آیا سری ما همگرای یا واگرای. تستی که اول از همه من به ذهنم میرسه که میتونه شاید به من کمک کنه تست آزمون نسبته که شاید بتونه کمکم کنه که تشخیص بدم این سری یک سری واگراست یا یک سری همگراست. حالا آزمون نسبت چی؟ آزمون نسبت یعنی که جمله n به علاوه 1 تقسیم بر جمله n رو یه برابری عبارتی قرار بدیم و n رو به سمت مثبت بی‌نهایت میل بدیم. حالا اگه این عبارت این حد زیر یک شد یعنی این سری همگراست، اگه بیشتر از یک شد یعنی این سری واگراست و اگه این عبارت برابر یک شد یعنی این سری یعنی این تست نمیتونه واسه ما مشخص کنیم که این سری واگراست یا همگراست. بنابراین باید از یک شیوه دیگه واسه تشخیص همگرایی یا واگرایش استفاده کنیم. حالا دفعه اول از این تست استفاده میکنم، یعنی جمله n به علاوه 1 رو تقسیم بر جمله n میکنم و n هم به سمت مثبت بی‌نهایت میبینم، کاری که اینجا کردم واسهتون. ببینید حالا اینه که به صورت مثبت بی‌نهایت اینجا میل بدم که دو طرف 4 n 2 دارن، یعنی جمله قالب جمله بزرگتر داخل صورت و مخرج 4 n 2 که نتیجه میده که حاصل حد برابر میشه با 1. بنابراین این روش نمیتونه به من کمک کنه که آیا این سری همگراست و یا سری مورد نظر یه سری واگراست. بنابراین بعد از یک آزمون دیگه کمک بگیرم، یه روش دیگه اتخاذ کنم واسه حل این مسئله. چیکار میکنم؟ میام این جملات رو باز میکنم، دو رو در n فاکتوریل میبرم داخل n فاکتوریل همینطوری که اینجا داریم مشاهده میکنم، باز کردم اینو و مخرجم از حالت فاکتوریل در میارم و بازش میکنم، صورت مخرج رو باز کردم، کار خاصی نکردم. بعد حالا دو به دو جملات متناظر رو پشت سر هم مینویسم، دو به دو صورت و مخرج رو پشت سر هم می‌نویسیم و همه رو تک تک در هم ضرب می‌کنیم و عبارتی که حاصل میشه این عبارت که اینجا داریم مشاهده می‌کنیم. و من یه ادعایی که می‌کنم اینه که همه این جملات که دارن در هم ضرب میشن از یک بزرگترن، بنابراین سری یک
سری این سری که یک هست، این سری که داریم مشاهده میکنیم که یک بی نهایت بار با خودش جمع بشه، قطعا از این سری که سوال از مخواستی کوچیک‌تره. و همچنین میتونیم اینم ادعا کنیم که سری یک سری واگراست. چرا؟ چون یک بی نهایت بار با خودش جمع شده، یعنی اصلا به هیچ عدد خاصی میل نمیکنه. بنابراین چون یک واگراست و سری یک واگراست و سری که داخل مسئله از ما خواسته شده از یک بزرگتره، قطعا میتونیم نتیجه گیری کنیم که سری داخل مسئله ما واگراست. این نتیجه گیری معقولی بود که میتونستیم از این بزرگتر مساویه انجام بدیم. یعنی اگه ما بتونیم اون سری رو نتونیم تشخیص بدیم واگراست یا همگراست، ولی یه سری پیدا کنیم که از اون سری بزرگتر یا کوچکتره، همگرای واگرای اون سری میتونه به ما کمک کنه که اون سوال رو حل کنه. اینجا هم ما از همگر از واگره سری یک برای حل این سوال استفاده کردیم. خب حالا یه سری دیگه به ما داده، گفته آیا این سری همگراست یا واگرا. سریش اینه: N2 ضرب در E به توان منفی. واسه تشخیص همگرایی واگره این سری هم از آزمون نسبت استفاده میکنم، یعنی جمله N به علاوه 1 رو تقسیم بر جمله N میکنم، N هم به سمت مثبت بی نهایت میل میدم و حاصلش میشه این عبارتی که دارید میبینید. N به علاوه 1 به توان 2 ضرب در E به توان منفی N به علاوه 1 تقسیم بر N2 ضرب در E به توان منفی N. حالا که N رو به سمت مثبت بی نهایت میل دادم، حاصل میشه این 1 تقسیم بر عدد نفر. میدونیم که 1 تقسیم بر عدد نفر از 1 کوچیک‌تره و این سری هم میگفت که اگه حاصل این حد از 1 کوچیک‌تر بود، قطعا سریمون همگراست. بنابراین نتیجه میگیم که این سری ما همگراست. واسه حل این بخش هم از آزمون نسبت استفاده کردیم و تونست به ما کمک کنه. خب امیدوارم مفید بوده باشه این مطالبی که گفتم و همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. دست شما درد نکنه، خیلی محبت کردید، خواهش میکنم، لطف کردید. امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای همه عزیزان و همه عزیزان رو دعوت کنم که وبینارهای بعدی ما رو ببینن روی مکتب خونه. یه سری عزیزان سوال پرسیده بودن که وبینار ضبط میشه یا خیر. ما سعی اون رو میکنیم که ضبط کنیم و روزهای قرار بدیم، ولی خب ترجیحمون هستش که وقتی آنلاین هستی که ببینید که یه موقع اگر اتفاقا نیفتاد از دست ندید. لطفا تو گروه های خودتون هم وبینارهای ما رو معرفی کنید عزیزانی که دانشجو هستن و که بتونه کل کشور و کل دانشجویان ازش استفاده کنن، چون بحث رایگانی هستش و همه عزیزان دوست داریم که بهشون کمک کرده باشیم و همه بتونن استفاده کرده باشن. ممنونم از وقتی که گذاشتی، به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.